أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسبت به مقام قدسی بی بی فاطمه زهرا و اون جایگاه ربانی ایشون که بالاتر و والاتر حتی از انبیاء است، حتی از انبیاء اولی العزم، مقام قدسیت بی بی فاطمه زهرا، درجه حضرت عندالله، جایگاهشون نزد خداوند متعال از انبیا هم بالاتر است. چقدر اون حضرات قدسیت دارن؟ قدسیت فاطمه زهرا از انبیا هم بالاتر است، حتی از انبیای اولوالعزم. چرا؟ از یه روایت صحیحه معتبری است از امام صادق ارواح نافدا، مرحوم صدوق نقل فرمودن، در آخر این روایت این معنا بیان میشه که مقام حضرت از تمام انبیا، از آدم و بعد آدم بالاتر است. دلیلش چرا بالاتر است؟ در اول باید اول حضرت می فرماین چرا بالاتر است، بعد این معنا را حضرت تصریح می کنند که مقام صدیقی طاهر بالاتر از انبیا هست. روایت آقا امام صادق در اماری مرحوم صدوق است، عرض شد به سند معتبر، اینجور در حدیث دارد: لفاطمه علیه السلام 9 اسماء عند الله عز وجل، برای بی بی فاطمه زهرا 9 اسم، 9 نام است نزد خداوند. یعنی خداوند 9 نام برای ایشون قرار داده غیر از نامی که پیغمبر قرار داده. کدوم هاست؟ فاطمه سلام الله علیها و صدیقه و المبارکه و الطاهره و الزکیه و الراضیه و المرضیه و المحدثه و الزهرا. این فرمایش اولشون. بعد فرمود لولا ان امیر المؤمنین علیه السلام تزوجها، اگر هر آینه نبود که امیر المؤمنین ازدواج کرد با ایشون، برای ازدواج با ایشون لما کان لها کف، همتا و کفی بر فاطمه زهرا نبود الى یوم القیامه، از کیا؟ علی وجه الارض آدم و فمن دونه، تا روز قیامت بر کل کره زمین، از حضرت آدم و بعد حضرت آدم، منهای پدرشون پیغمبر اکرم، از آدم و بعد از آدم همتایی بر صدیقه طاهر نبود، کفی بر ایشون نبود. چون خداوند متعال صفاتی، ویژگی هایی، خصوصیاتی در فاطمه زهرا قرار داده است و با این اسمایی که بر حضرت قاده به اون خصوصیات خدا اشاره می فرماید. چون اسم بیانگر مسماست، الاسم و هم بعد مسما، اسمایی که خدا قرار بده. وقتی ما برای فرزند خودمون اسمی قرار میدیم، تفعله، امیده، ولی خدا که قرار بده حق است، صدق است، حکمت است، علم است، میداند چیست. نسبت به صفات مخصوصه بی بی فاطمه زهرا، خداوند متعال با این اسما اشاره و اخبار از اون صفات کرده. اون صفات نهگانه هیچ کس مجموعه نداره، هیچ پیامبری مگر خاتم الانبیا محمد صلوات الله علیه و آله. یه صفات حسناییست، یه فضائلیست، یه ویژگی و خصوصیاتیست که این اسماء شریفه اشاره میکند، بیان میکند، اعلام میکند اون صفات را. چیه اون صفات که با این اسماء دلالت میشه؟ یکیش 9 تا هستن، یکیش فاطمه است. فاطمه این اسمی که خداوند متعال برای صدیقه طاهره قرار داده است، از فاطم یعنی بریدن، یعنی جدایی. چند وجه دارد که خداوند متعال این اسم را برای فاطمه زهرا قرار داده. به صدیقه طاهره نام فاطمه خدا قرار داده به چند مناسبت که اینا را در روایت ما داریم. فطمت هیا شیعتها من النار، از آتش مفتوم است، از آتش جداست، بریده شده از آتش است. فطمه من احبها من النار، این شامل شما میشه انشاءالله، کسانی که ایشون محبت دارن از آتش جهنم بریده شدن. فطمه الخلق عن معرفتها، خلق نه فقط کسانی از خواص، همه مخلوقات
مخلوقات از معرفت کامل فاطمه زهرا مفتون و جدا هستن، نمیتونن بشناسن. مثل لیلة القدری که مردم نمیتونن درک بکنن، نمیشه مقام حضرت درک کرد. فاطمه عن الجهل، از جهالت ایشون جدا هستن. فاطمه عن الشر، از شر ایشون جدا هستن. فاطمه اعداها عن معرفتها، عن محبتها، دشمنان نمیتونن محبت ایشون پیدا کنن، دشمنان نمیتونن معرفت ایشون پیدا کنن. به این اسما یه اینجور موجودی است که کسی نمیتونه معرفت بهش پیدا کنه، یه اینجور موجودی است که معرفتش قابل درک نیست. این حتی در انبیا نیست. انبیا شناخته شدن، معرفتشون معلومه، حضرت آدم معلومه، حضرت نوح معلومه. یه اینجور جامعیتی برای یکی از انبیا مانند صدیق طاهر نیست. لذا این وجه اولی است که افضل از انبیا است. نام دومشون صدیق است. صدیق از ماده صدقا، به کسی گفتیم مثل صدیق و صدیقه که زیاد راستگو باشد، بسیار راستگو باشد، به طوری که در تمام عمرش یک دفعه کذب و دروغ از او سر نزده باشد. به این جور فرد میگن صدیقه. صدیق یعنی عصمت، یعنی معصوم بودن، یکی از شؤون عصمته. بیبی صدیقه طاهره صدیقه من عند الله هستن، خدایشون صدیقه قرار داده، نامشون قرار داده، که در حدیث از امام صادق فرد که هی از صدیقه الکبرا، فاطمه زهرا صدیقه کبرا، یعنی مرتبه عصمت کبرا دارن. ترک اولام انجام نمیدن، ترک اولایی که ممکنه انبیا انجام بدن، مرافات با عصمت هم نداره، ولی صدیقیت های این ترک اولا رو انجام نمیدن. حضرت می فرده هی از صدیقه الکبرا، فاطمه زهرا صدیقه کبرا است. و علا معرفتها دارت القرون الاولى، تمام قرنهای گذشته با انبیا چرخیده بر معرفت فاطمه زهرا. یعنی انبیا معرفت ایشون رو داشتن، از امتشون معرفت ایشون رو خواستن، محبت ایشون رو خواستن. و علا معرفتها دارت القرون الاولى و ما تکاملت، این دیگه مهمتره، و ما تکاملت نبوت نبی حتی اقر بفضلها محبته، کامل نشد نبوت هیچ پیامبری حتی اول عصر مگر اینکه اقرار کرد به محبت ایشون، به فضیلت ایشون، به معرفت ایشون. اقرار کرد نبوت کامل شد، وگرنه نبوت نبود. نبوت مبتنی به معرفت ایشون شد، پس ایشون معرفت از نبوت مهمترند، از انبیا بالاتر هستن. حتی اقرب فضل و محبت، این اسم دوم، خصوصیت دوم. اسم سوم مبارک است، از ماده برکت، یعنی رشد، یعنی نمو، یعنی افزایش، یعنی صاحب برکت و خیر. بی بی فاطمه زهرا خداوند ایشون مبارک اسم گذاشته و قرار داده. چه برکتی، چه افزایشی، چه نموی بیش از این برای فاطمه زهرا کدام انبیا اینجور دارن؟ هم در ذریه‌اش برکت هست. هیچ دودمانی فعلا، هیچ دودمانی، خانوادهی، خاندانی به اندازه دودمان فاطمه زهرا روی زمین ما نداریم. 20 سال قبل نسبت به ساداتی که در نسل فاطمه زهرا هستند بیان فرمودن، 20 سال قبل 35 میلیون سید فاطمه، 20 سال قبل این مقدار، الان چقدر خدا میدونه. کدوم عشیره، قبیله، خاندانی، دودمانی به اندازه فاطمه زهرا نسل داشته؟ با اینکه اینقدر کشتن ازشون، اینقدر شهید کردن ازشون، از این برکت مهمتر؟ یا برکت حتی اسم ایشون برکت داره. لا یدخل الفقر، روایت آقا، لا یدخل فقر بیتون فیه اسم فاطمه علیه السلام، فقر هیچ منزلی که اینجور نامی دارش باشه داخل نمیشه. یه اینجور برکت حتی اسمشون در نامشون، غیر از برکاتی که معرفت ایشون داره. روایت صحیحه جناب سلمان است، پیغمبر به ایشون فرمود یا سلمان ان حب فاطمه ينفع في مئات موطن، محبت دخترم فاطمه زهرا در 100 جا، در 100 مورد موطن محبت ایشون نافع است. ایسرها الموت، مردن چقدر سخته، محبت بیبی اونجا فایده میده. و القبر و الحشر و المیزان و الصراط، سخته اینجا هست اینا.
ای سر و سرترش این هاست، محبت فاطمه اینجاها به درد میخورد. حالا خدمت کردن به حضرت چقدر اثر داره؟ خدمت به صدیقه طاهره در عزاداری ایشون، در فضائل ایشون، در کتاب های ایشون، در سعی از برای تمام جهات که مربوط به صدیقه چقدر منفعت و نفع داره خدا میداند. یه اینجور منفعت و اینجور برکتی برای کدام از انبیا بوده؟ یا مرتبه شفاعت که اون برکت عظماست آخرت، روز بیچارگی، روز واویلا، یکی از شؤون صدیقیت از برکاتشون شفاعتشون، محور شفاعت روز قیامت، به طوری که حتی انبیا در اون روز سخت، آقا تصور بفرمایید، در اون روز سختی که روز زلزله تمام کائنات، یوم طامت الکبرا، مصیبت عظما که داره، انبیا به امت، انبیا به انبیا متوسل میشن یه چاری بر ما بکنید، تا کی ما تو این صحرا باشیم، تا کی تشنگی و گرسنگی و آفتاب و گرما. با امت میگن به این که فعلا این مقدار که شفاعت ممکن است برای خاطر الانبیا است، برای ما نیست. انبیا با عده از امت ها میان خدمت پیغمبر، یا رسول الله چاره‌ای بسازید از من. همه که جمع شدن پیغمبر این فرمود که این ابنتی فاطمه، فاطمه که کلیدش باید دست ایشونه، ایشون باید شفاعت بکنه. یه اینجور برکتی، وقت اونم برکت شفاعت با سند. روایت دارد که در ازدواج بی بی صدیقه طاهره یک کارت ابریشمی نازل شد به عنوان بیان مهر و سند ازدواج صدیقه طاهره، که در اون سند نوشته شده بود نسبت به مقام شفاعت ایشون، جعل الله مهر فاطمه شفاعتها المذنبین من امت ابیها محمد صلوات الله علیه. داره در روایت که اون کارت هم بی بی صدیقه طاهره وصیت کردن که آقا امیرالمؤمنین هنگام مردن و دفن روی سینه‌شون بذارن، نگذاشتن. فرمود میگه روز قیامت با این سند من شفاعت خواهم کرد، با این سند شفاعت کل امت. بنابراین اینجور برکتی برای هیچ از انبیانی محتاجم به صدیقه طاهره در شفاعت. حتی در روایت اهل سنت هست، همه محتاجم در شفاعت، رو ببین که نسبت به عبور از صراط حتی برای انبیا مشکل است، مگر به واسطه ائمه طاهرین، واسطه پیغمبر و العزم خود مخاطب انبیا. لقب چهارمشون، ویژگی دیگر، طاهره، از طهارت، از پاکی، پاکی که به خداوند متعال بر صدیقه طاهره قرار داد، پاکی کامل، طهارت از تمام آلودگی ها، از هر گناهی، از هر معصیتی، از هر مکروهی، حتی ترک اولا. که در روایت دارد که نسبت به صدیقه طاهره سمیت طاهره لطهارت هم من کل دنسه، از هر پلیدی حضرت دور است، از هر آلودگی حضرت دور است، سمیت به طاهره که مورد آیه تطهیر است. اینجور طهارتی که طهارت کبرا باشد برای هیچ کس غیر حضرت و چارده معصوم نیست. یا اسم دیگرشون که زکیه باشد، که از تزکیه روح، از بلندائی روح هست، روح ایشون، نفس ایشون از تمام ارواح، تمام انفس بالاتر است، تزکیه شده است، پاکی روح هست، روحشون، اندیششون، فکرشون، تمام این جهات در پاکی قرار داره. نه فقط این بدن، بدن پاک است، روحشون روح تزکیه شده است. اسم ششمشون راوی است، از رضایت، خوشنودی. بی بی صدیقه طاهره با تمام اون مصیبت هایی که کشیدن، رنج هایی که دیدن، راضی و خوشنود از خدا پیغمبر بودن. این مقام تسلیم، مقام رضا، مقامی است که هیچ کس نمیتونه مگر با عنایت الهی داشته باشه، آقا که با این مصیبت ها راضی باشه، خوشنود باشه. لابد در دلش مقداری ناراضی بشه انسان، گرچه تسلیم هم باشه زبانم، اما در دل ممکن ناراضی باشه، خوشنود، خوشحالم باشد، خدا هر چی تقدیر کرد من شادم به رضای خدا. مقام تسلیم، ایمان صدقی دار. نه فقط راضیه، مرضیه هم بودن، صفت هفتون که خداوندم ایشون خوش، این مرتبه دیگه بالاتره، به اندازه در درجات کمال بوده صدقی طاهر، در عبادتشون، در تمام امور زندگیشون،
که خداوند متعال از ایشون خوشنود بوده است، خداوند متعال راضی بوده. یعنی مقام نفس مطمئنه که در قرآن داره مال حضرت بوده. اسم هشتمش محدث است، یعنی کسی که حدیث با او گفته میشه، یعنی کسی که ملائکه خداوند متعال با ایشون حدیث گفتن، سخن گفتن، صحبت کردن و هیچ عیبی هم اشکالی هم نداره. گرچه بعضیا یه اشکالات وارد میکنن که سخن ملائکه فقط از برای انبیاس، نه از برای به بی صدقه طاهر، یه حرف هم اشتباهی است وارد می کنه، به خلاف قرآنه. چون داره میگه که ملائکه حضرت با مریم کبرام صحبت کرد و ابقالت ملائکتو یا مریم ان الله اصطفاکی و طهرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین، صحبت با مریم کرده، با مادر هست موسی هم صحبت کرده. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، وحی فرستادیم برات. چه اشکال داره؟ مخصوص به انبیا نیست. بیبی صدیقه طاهره هم در زمان والد معظمشون هم بعد از شهادتشون مورد حدیث ملائکه بودن، مخصوصا بعد از شهادت پیغمبر اکرم اسلام. ملائکه معنوس میکنن ایشون را به بیانات الهیشون که مصحف فاطمه که اخبار است از این سخن ملائکه است، محدثه ملائکه بود. صفت نهم زهرا است، از ازدهار، از روشنی، از درخشندگی. بی بی صدیقه طاهره هم در ابتدای خلقتشون درخشنگی داشتن. زهرت للسماوات و الارض، از بری زمین ها و آسمان درخشندگی، نورشون تابش پیدا کرد با آسمان ها. و هم در این عالم دنیا در جایگاه نمازشون درخشندگی داشتن برای خداوند متعال، برای ملائکه. هر روز سه مرتبه درخشندگی برای امیر المؤمنین و روحانا فدا، ازدهار و درخشندگی داشتن. درخشندگی در پیشانی مبارک صدیقیت همه وقت بود. آقا حتی در روایت اهل سنت هم ما داریم، عایشه نقل میکنه کنا، این شاید این عبارت عایشه باشد که کنا نخیط و نغزل و نلزم العبرت فی نور وجه فاطمه علیه السلام. ما خیاطی میکردیم، میریشتیم پشم، سوزن نخ میکردیم در مقابل صورت بی بی صدیقه طاهره از روشنایی صورت ایشون. او نقل میکنه یه اینجور روشنایی. این صفات برای کی بوده؟ آحاد این صفات، تک تک این صفات هم برای انبیا نبوده غیر از پیغمبر خودمون، چه رسن مجموعه این صفات. یه تعبیرات عجیبی است برای حضرت که برای هیچ کس هم نشده. یکی از روایتی که متفقن علیه فریقین عرض بکنم معروف است، فاطمه تو بابعتون منی، فاطمه پاره تن من، و هی قلبی، این عبارت پیغمبر قربونش برم، و هی روحی التی بین جنبه. فاطمه پاره تن من، جزء من، نه هر پاره تن عادی، قلب منم هست، محور بدن من فاطمه زهرا است، نه فقط محور، روح من یعنی زندگی من به فاطمه زهرا است. چقدر اهمیت داره این؟ چه جزئی است نسبت به پیغمبر اکرم اسلام؟ پاره تنشون، قلبشون، روحشون. آیا این مفادش این نیست که مثل پیغمبر شریک با پیغمبر هستن در باعده نبوت؟ یعنی علم پیغمبر فاطمه زهرا دارن، اسمت پیغمبر دارن، اخلاق پیغمبر دارن، اصول بودن پیغمبر دارن، خاتمیت پیغمبر افضلیت بر سایر انبیاء دیگر هست، اون افضلیت پیغمبر دارن فاطمه زهرا. از این تعبیر پیغمبر استفاده میشه که بی بی صدیقه طاهره با واسه این جزئیت با پیغمبر از تمام انبیاء اصلا بالاتر بودن، مهمتر بودن. این غیر از اون اسمهایی است که در روایت دیگر برای ایشون هست. مرحوم ابن شهرش در مناقب جلد سوم مناقب اسماء مبارکه صدیقه طاهره متعدد نقل فرمود. از اسماءشون بتول است، از اسماءشون حورا انسیه است، منصور است، سیده است، ام ابی هاست که ورد زبان پیغمبر ما بوده است. صداش میکرد یا ام ابیها، ای مادر پدر خودش، مادر پدر. به چه بیان، به چه مناسبت؟ خیلی مناسبت هایی هستم دقیق درش دو دوش عرض میکنم راضی فرمایید که چگونه پیغمبری که صادق القول، فرمایشون وحی، اصلا خلاف مبالغه در فرمایش پیغمبر نیست، تعبیر از صدیقیت رو به ام ابیها تعبیر کرد. صداش میکرد، نداش میکرد. چند وجه برای هست ام ابی هاست. یکی از وجوهش نیست که ام در لغت
در لغت عرب به منزله اصل است در هر شیء. کعبه میگن ام القرا، یعنی اصل تمام شهرها، یعنی مکه معظم. یا در قرآن کریم داره مثال به سوره مبارکه حمد، ام الکتاب، اصل قرآن سوره حمد است. یا نسبت به بالای سر ام الرأس تعبیر میکنن، بالای سر این اصل سر است، جای مغز است، جای مخ است. ام به معنی اصل است. نسبت به بی بی صدیقه طاهره سلام الله علیها برای پدرشون، برای آقا پیغمبر اکرم به منزله ام بودن، یعنی اصل بودن. ادامه نبوت، ادامه خط دین با واسطه فاطمه زهرا بود. رابط ما بین پیغمبر و اوصیا فاطمه زهرا بودن. اولادی که اوصیا پیغمبر باشن از فاطمه زهرا بودن. اگر اولاد فاطمه زهرا نبودن پیغمبری موقوف میشد. یعنی دین اسلام تا آخر روز قیامت دیگه نبود، با واسطه اوصیاشون ادامه پیدا کرد. رشته ادامه دین، بلکه حتی برکات وجودی پیغمبر اکرم اسلام با واسطه فاطمه زهرا بوده. او حدیث معروف همین معنا رو افاده میکنه، ولولا فاطمه لما خلقتكما. اگر فاطمه، حدیث معراج، اگر فاطمه بود شما پیغمبر رو امیرالمؤمنین خلق نمیکردید. لولا فاطمه لما خلقتكما. یا اون روایت صریح ها امام باقر از شجره طیبه، عبارت روایت عنایت بفرمایید، از شجره طیبه رسول الله، شجره طیبه که در قرآن فرمودن پیغمبر اکرم، و فرعها علیون، شاخه اون درخت امیر مونه، و عنصر الشجر فاطمه الزهرا، اصلش فاطمه الزهرا است، و عنصر الشجر فاطمه الزهرا، و ثمرتها اولادها، ثمره این درخت اولاد طیبین فاطمه هستن، و اغصانها و اوراقها شیعت، و برگای درخت هم شیعیان این فاطمه الزهرا هستن. عنصر الشجر فاطمه، اصل فاطمه است. تعبیر امی که پیغمبر فرمود این جهت باشد، یعنی اصل من هستی، عنصر من هستی. مناسبت دوم، اون موقع در تمام عرف و حتی در غیر عرف عربی، عرف خودم نماد از برای مهربانی است، عطوفت است، شفقت است. لذا اگه کسی خیلی مهربان باشه میگن مهربان مادری داره، این مادری کرد، این مثل مادر بر من مهربان بود. یه ضرب المثل تا این اندازه نسبت به عطوفت مادری هست. بی بی صدیقه طاهره برای پیغمبر اکرم اسلام اینجور عطوفت داشته، مثل مادر، مهربان، خدوم، تمام لوازم پیغمبر انجام با یکشون زوجات داشتن. فاطمه زهرا خدمت می‌کرد به پدرشون، فاطمه زهرا مداوا می‌کرد زخم‌های پدر را، تسکین می‌داد دردهاش را، مثل مادر برای ایشون خدمت می‌کرد فاطمه زهرا، مثل اون بود. و از اون طرف آقا پیغمبر اکرم اسلام مثل پسر برای مادر نسبت به صدیقه طاهره هم احترام داشتن، هم توقیر می‌فرمودن، هم محبت و عطوفت خدمت داشتن. به طوری که اگه فاطمه زهرا وارد می‌شدن، که در روایت فریقین هست، فاطمه زهرا وارد بر پیغمبر بلعه می‌شن برای ایشون. پیغمبر پدر هستن برای فاطمه زهرا، آقا مثل فرزند برای پدر، فرزند برای مادر قیام می‌کردن، دست فاطمه زهرا می بوسیدن، جای خودشون می نشوندن، ابوها فداها پدرش به قربانش می فرمودن. مثل مقام پسر نسبت به مادر، دو طرفی بود. ام ابیها، هم ایشون برای پیغمبر مثل مادر مهربان، و هم پیغمبر برای ایشون مثل پسر برای مادر، با عطوفت، مهربان، احترام، با محبت. به طوری اونجا که از روایات متعدد ها استفاده می شه، به طوری آقا پیغمبر اکرم به صدیقه طاهره محبت داشتن که اگر خدای نکه کمترین ناراحتی برای صدیقه طاهره انجام میگرفت بیقرار میشدن، نه فقط غصه‌ناک، بیقرار میشدن. پیغمبر از یه افتادن عادی صدیقه طاهره اینجور ناراحت بشن، اگر از لگد زدن دشمن صدیقه طاهره بیفتن چقدر پیغمبر ناراحت میشدن. پیغمبر که زنده و مرده ندارن، اشعار که حیون تسمع الکلام و ترد الجواب، زندن میبینن میفهمن تمام جهات بر منظر پیغمبر اکرم اسلام است. ببینم این کیفیت صدیقه طاهره افتاده هم ضربه ای که به اندازه ای باشد که محسنم سقط بشه پسرشون، این چه ضربه ای بود، این چه افتاده، این چه عرض که افتاده.
یک روایت فقط عرض میکنم با هم. شاید کمتر این روایت ذکر شده باشه. در سیام بهار چه بلاهای چه مصیبت سر صدیقه طاهره بین در دیوار آمد از زبان خودشون. خصوصیت این روایت زبان خود صدیقه طاهره است، صادق مصدق. چی دیدن، چی شد، چه مصیبتی برشون وارد شد از زبان خودشون. در بهار جلد 30 هست. خودشون میفرماید این عبارت بی بی صدیقه طاهره، میگن که آمدن اینها فجمع الحطب الجزل على بابها، هیزم زیاد انبوه بر در خانه ما اینها جمع کردن. در روایت سلیم ابن قیس را حولت دار، هیزم آتش همه اطراف خانه را آتش زدن، این خونه را آتش زدن نه فقط در خانه. فجمع الحطب الجزل على بابها، بر منزل باب، و اتو بالنار لیحرقوه و یحرقونا، هم بسوزانند در را و هم ما را بسوزانند. فوقفت به عضایت الباب، من ایستادم در چارچوبه در و ناشدتم، هرچه قسمشون دادم، ناشدتم بالله و به ابی، به جان پدرم، به جان رسول الله، میگه شما مسلمان نیستید آخه. و ناشدتم بالله و به ابی ان یکفو عنا صرف نظر، کنید از ما، رها کن ما را. فاخذ عمر از صوت، عمر تازیانه را گرفت، منگد قنفوز از دست قنفوز، فضر به بیه عبدی به فازی من، فلکه و صوت علا عبدی، تازیانه پیچید روی بازوی من، حتی آثار کد دمروز مثل دستبند، مثل بازوبند شد بر دستم. نه فقط این کار کرد، ورکل الباب به رجله، رکل آقا در عربی با یه پا زدنی میگن، کسی همه قوت خودش سعی کنه با یه پا بخواد بزنه میگن رکل، رکل الباب. بی بی فهمید که با پاش عمر رکل الباب زد با این پا، فرده علیه و انا حامل، آبستن بودم، حامله بودم، زد این پا را، با پا زد این در را، برگردون به شکم من، فسقت طول وجهی، به صورت افتاده روی زمین، و نار و تسعر، آتش شعله بر بود، و تصفع وجهی، آتش به اون زیادی، حطب الجزلی که حضرت فرمودن آتش به صورت من میخورد، صورت حضرت هم سوخته از آتش. آه فضربنی بیده، نه فقط افتادم به این کار، فضربنی بیده، سیلی زد به من، حتی انتفر قرصی، گوشواری من افتاد، گوشواری من پخش شد، حتی انتفر قرصی من اذنی، و جا امیال مخاب. خیلی آقا برخی گرت الله امیرون سخت. آقا انسان هیچ انزای خود ما کلن، کی رازیست، کی خوشنود است که صدای آبستنی زن را و از حمل زن را غریبه اجنبی بشنوه، اونم این مقدار در خانه، اونم غیرت الله، عصمت کبرای خودم تعال، درد زایمان و صدای در زایمان او بشنوه. و جانی المخاف فاسقط محسن کتیلا، در شکم من کشته شده بود، نفرمود در زمین کشته شد، در شکم من کشته شد محسن، فاسقط محسن کتیلا به غیر جرم، هیچ جرم نیندش. 95 روز آقونم، 95 روز به همین رنج موندن بی بی صدیقه طاهره، بر یه طرف هم میخوابیدن، نمیتونستن بر یه طرف بخوابن. داره در روایت حتی آثارت کل خیال، مثل شبح شد فاطمه زهرا از لاغری، ولم یبق الا الجلد على العاد، پوست رو استخوان شدن صدیقه طاهره. تا مثل فردایی، مثل ظهر فردایی، این رنج ها تمام شد، این مصیبت ها به پایان رسید. شهادت صدیقه طاهره، روح حضرت، روحی فداها پرواز کرد، اونم غریبانه تنها، مظلومانه، هیچ کس خدمت ایشون نبود مگر اسماء بنت عمیس که در شهادت حضرت غریبان چاک زد، گفت وا فاطمتا، آقا امام حسن و حسین طفل 6 ساله و 5 ساله دویدن مسجد، امیامی مسجد بودم، به حضرت خبر دادم داره فسقت علیون علا وجه، حضرت از شدت مصیبت به صورت افتادن، حضرت با سرعت به طرف منزل آمدن. عبارت دارین فحتمل الحسنین، چرا حسین را برداشتن؟ حضرت میخواستن سریع برن، سرعت برسن به منزل. امام حسین امام حسین نمیتونستن به پای امیرالمومنین راه برن، برداشت امام حسین امام حسین امیرالمومنین، آمد به منزل،
دیگه صدیقیت در اون جایگاه خودشون شهیده شدن. داره به اینکه حضرت القل امامت من رأسه امامر زمین زر از زمین بعد نفوش از صدیقه طاهره پر عقب زدن. یعنی یک کاغذی وصیت‌نامه از بی بی بالای سر حضرت هست، خوندن وصیت‌نامه را بعد از تسمیه نام خدا، بعد از شهادت، این عبارت این آخ چقدر مظلومان است این عبارت: یا علی انا فاطمه بنت رسول الله، ای جان من خانم شما، من فاطمه هستم، زوجن الله من، خدا من بر ازدواج شما در آورد، لأکون لک فی الدنیا و الاخره. نمیدونم حضرت چرا این معنی رو فرمودن، من در دنیا و آخرت بر شما باشم، چرا این حضرت صدیقه طاهره اینه بر حضرت میفرمایند؟ شاید میخوان تسکین کنم دل امیرالمؤمنین را، یعنی علی جان 9 سال بیشتر اینجا زندگی نکردی، ولی روز قیامت اینجا زندگی ما اونجاست، جاودانه در قیامت در بهشت زندگی میکنی. لأکون لک فی الدنیا و الاخره. علی جان انت اولا بی من غیری، شما از همه اولا به من هستید، غسلنی و حنتنی و کرفی، غسل من، حنوت من، کفن من، همه شبانه باشید، و صل علیه، شبم بر من نماز بخون، و اطفنی بله، شبم من دفن کن. چرا بیبی؟ آخه مگه کسانی که غریب هستن شب میارن؟ غربا رو کسی که کسی نشته باشه شب میان دفنش میکنم، در عطباتم میدیدین کسی نشته باشه، غریب باشه، تنها باشه، شب دفن میکنم. شما چرا؟ دختر پیغمبر، خانم امیر المؤمنین، ام الحسنین، بانوی بانوان، چرا؟ ولا تعلم احد ممن ظلم، کسی که من ظلم کم نمیخوام بیام علی جان، نه در تشییع من حاضر بشن، نه در نماز من حاضر بشن، نه در دفن من حاضر بشن. بعد در مفارقت خدا حافظ، و استودعک الله، به خدا میسپارم و اقرأ، این خیلی جان سوزه برای ما، و اقرأ علی ولدی السلام الی یوم القیامه، به فرزندان من تا روز قیامت سلام برسه. آقا همه شما فرزندان فاطمه زهرا هست، نه فقط سادات، یا از طرف پدر یا از طرف مادر با یکی از مادرها منتسب به صدیقه طاهره هستید، یا حداقل شما اولاد امیرالمؤمنین هستید، خانم امیر و مادر شما میشن، بیبی صدیقه به شما سلام رسوند در آخرین وصیت، و اقرأ علی ولدی السلام الی یوم القیامه، سلام الله علیها و علی ابیها و علی بعلها و علی بنیها الی یوم القیامه.